من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم. این دادگاه متهم احمد علی پسر عزیز علی به 3 سال حبس و پرداخت 200,000 روپیه جریمه و همینطور امضا کردن روی برگه های طلاق محکوم. چرا به قاضی به حرفم گوش بدین؟ مریم یادت باشه تو را راحت نمیذارم. احمد وایسا! احمد وایسا! کیسی یہ ہوا کیسی یہ گھڑی بابل کے انگنا کی تھی میں کلی نادان سی بولی سی با در نظر گرفتن همه شواهد و مدارک این دادگاه متهم احمد علی پسر عزیز علی رو به 3 سال حبس و پرداخت 200,000 روپیه جریمه و همینطور امضا کردن روی برگه های طلاق محکوم میکنه. جناب قاضی به حرفم گوش بدین. جناب قاضی من هیچ کاری نکردم. جناب قاضی 3 سال حبس چرا؟ من نمیتونم تحمل کنم. جناب قاضی لطفاً بهم رحم کنید. مریم یادت باشه تو را راحت نمیذارم. بریدش تو ماشین. احمد وایسا! احمد! کجا میخوای بری احمد؟ وایسا احمد! وایسا! بهت گفتم وایسا! احمد!
احمد، احمد برو کنار، برو کنار، برو کنار احمد، 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 احمد پسرم، احمد پسرم، پسرم زخمی شده، به آمبولانس زنگ بزنید، به آمبولانس زنگ بزنید، سری به آمبولانس زنگ بزنید، احمد پسرم، احمد، احمد پاشو، احمد، احمد پاشو، پسرم به آمبولانس زنگ بزنید، به آمبولانس زنگ بزنید، به آمبولانس زنگ بزنید، زنگ بزنید، زود باشین. هی بهشون گفتم منم با خودتون ببرید، ولی چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ عرفان و جمال باهاش هستن دیگه. مامان، مامان، چی شده؟ مامان اون چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مامان اون داداش احمد برگه های طلاق امضا نکرد نه؟ باشه مامان، باشه، بیا بیا اونجا بشین، برو برای خواهرت آب بیار، اینجا بشین عزیزم، بشین اینجا، آروم تعریف کن، تعریف کن ببینم چی شده، بشین عزیزم، مامان، بشین اینجا، مامان، فرح سری آب بیار، مامان، بده بده، مامان، بیا آب بخور، بخور عزیزم. عرفان و بابات کجان عزیزم؟ مامان اون احمد رو بردن بیمارستان. احمد رو بردن بیمارستان؟ مگه چش شده؟ احمد تصادف کرد مامان. خدا بهمون رحم کنه. خدایا گریه نکن عزیزم، آروم باش. بیمار رو ببرید اتاق عمل. کجا؟ کجا میبرید؟ کجا میبرید بچه‌مو؟ کجا میبرید بچه‌مو؟ آقای دکتر چیزی برای نگرانی نیست؟ به نظر میرسه آسیب جدی دیده. داریم میبریمش اتاق عمل. شما به فکر خون باشید. باشه. آقای دکتر پسرم که چیزیش نمیشه. زندگیش که توی خطر نیست. براش دعا. حالش خوب میشه مگه نه؟ فقط دعا. باشه باشه. باشه. ببین آقای دکتر پسرم زنده بمونه. اون باید زنده بمونه، خواهش میکنم باید زنده بمونه. عمه لطفاً صبور باشی. زنده بمونه، ولم کن. تو به میگی صبور باشم؟ تو مقصر این وضعیتی، تو مقصر وضعیت پسرمی، تو ما رو به این حال و روز رسوندی. پسر منو مریم به این وضعیت انداخته. اون مریم اگه چیزیش بشه، اگه پسرمو چیزیش بشه، شما رو نمیبخشم. شما رو نمیبخشم. نمیبخشم اینجا بشین. شما رو نمیبخشم. تو حواست به عمه باشه، من دنبال خون میگردم. هیچ کدومتون رو نمیبخشم. شما رو نمیبخشم. میخواستم از زندگی مندازمش بیرون، ولی نمیخواستم اینطوری بشه. فرح اون حالش خیلی خیلی بد بود. اگه خدایی نکرده یه چیزیش بشه، من نمیتونم خودمو ببخشم. مریم اون هیچیش نمیشه، لطفاً نگران نباش، اون هیچیش نمیشه. نه عرفان خبر داد، نه جمال زنگ زده. نمیدونم احمد حالش چطوره. به نظر من باید با هم بریم اونجا. نمیدونیم الان اون توی چه حالیه. اگه ما دوتا بریم کی مراقب دخترها باشه؟ وضعیت مریمو که میبینی. خدا خودش کمک میکنه، رحم میکنه. احمد حالش خوب میشه آبجی. آمین.
الو؟ بله جمال، احمد حالش چطوره؟ آره آه. باشه خوبه. باشه من برات میارم. باشه میبینمت. داداش جمال چی میگفت؟ گفت احمد رو بردن اتاق عمل. جمال گفت یه مقدار پول براش ببرم. تو فقط مواظب مریم باش. شما نگران نباشید، سری برید. آه. ریحانه، خدا رو شکر که اومدی، پول آوردی؟ آره آوردم. احمد چطوره؟ اون هنوز تو اتاق عمله. خدا بهش سلامتی بده، انشالله خوب بشه. آبجی الان کجاست؟ آبجی رو نبینی بهتره، فعلا خیلی عصبانی. تو فعلا برو خونه و برای احمد دعا کن. بیا و ببینش، من پیشت التماس میکنم. یه بار بیا ببینش دخترم، خواهش میکنم. دارید چی کار میکنید آبجی؟ این کار رو نکنید. جمال مخالفت نکن، اون خیلی حالش بده. یه بار بذار مریم اونو ببینه. جمال ببین، من پیش تو التماس میکنم. مریم رو یه بار بذار بره پیشش، اون خیلی حالش بده، خیلی بده. بذار بره جمال، خواهش میکنم، لطفا. آقای دکتر چطوره؟ پسرم حالش چطوره؟ خدا رو شکر خطر فعلا رفع شده، نگران نباشی. واقعا خدا رو شکر. ما همه تلاشمون رو میکنیم که بتونه دوباره راه بره. چی؟ منظورتون چیه دکتر؟ راستش خانم، پسرتون به دلیل تصادف قطع نخا شدن. ممکنه تا آخر عمرش دیگه نتونه راه بره. چی؟ ولی از رحمت خداوند نباید ناامید بشید. فقط براش دعا کنید. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. پسرم دیگه نمیتونه راه بره. ماما این ممکن نیست. پسرم حالش خوب میشه، حالش دوباره خوب میشه. خدایا پسرم دوباره خوب میشه. کمکم کن. خدایا خودت کمکش کن. نه دوباره حالش خوب میشه، دوباره راه میره. سرم حالش خوب میشه، دوباره راه میره. من میدونم حالش کاملا خوب میشه. خودتو به چه حالی انداختی پسرم؟
سنا حال و روز پسرم رو ببین. حال و روز پسرم رو ببین. مریم حتی زحمت نکشید یه بار بیاد دیدنش. ولی زندایی برای دیدن بدبختیمون اومده بود. حتی یه سر پیشم نیومد. فقط پول آورد و از همونجا برگشت. مریم. احمد. مریم. مریم. وای خدا لعنت کنه اون مریمو. ببین پسرمو به چه حال و روزی انداخته، ولی بازم داره صداش میزنه، اسم اونو به زبون میاره. مامان. بله جون مامان. مامان. جون مامان. مامان قربونت بره، مامان فدات بشه. مریم صدا بزن. مریم صدا کن. میخوام قبل از مردنم ازش معذرت خواهی کنم مامان. نه فقط یه بار بگو مریم بیاد اینجا. بیا بخور. مریم بیدار شد؟ آره بیدار شد. اینه هاش، بیا دخترم. دخترم هنوز حاضر نشدی بری سر کار؟ نه مامان، با هم جون نداره. اگه میرفتی حالا هوات عوض میشد. اگه نمیخواد بره چرا مجبورش میکنی ریحانه؟ بذار خونه بمونه، برو صابونه درست کن. باشه الان میرم. راستی برای آبجی و سنا هم صابونه درست کنم؟ درست کن. احمد حالش چطوره؟ خیلی حالش بده. تموم شب و بیقرار بود، قرار نداشت، اصرار میکرد یه بار بیام و مریمو ببرم پیشش. به نظر من دیگه درست نیست مریم بره پیشش. مریم. مریم میخوام ازت عذرخواهی کنم. احمد خیلی حالش بده. میخواد تو رو ببینه. یه بار. برای آخرین بار. بیا و ببینش، من پیشت التماس میکنم. یه بار بیا ببینش دخترم، خواهش میکنم. داری چی کار میکنید آبجی؟ این کار رو نکنید. جمال مخالفت نکن. اون خیلی حالش بده. یه بار بذار مریم اونو ببینه. جمال ببین، من پیش تو التماس میکنم، مریم رو یه بار بذار بره پیشش. اون خیلی حالش بده، خیلی بده. بذار بره جمال، خواهش میکنم لطفا. Thank you.
من مطمئن بودم که تو حتما میاد. حالت چطوره؟ ظلمی که من در حقیت کردم دارم تابانشو پس میده. نمیدونم تا کی قراره اینجوری مجازات بشه. انشالله که زود خوب میشی. اگه تو منو ببخشی شاید خوب شه، وگرنه همینجوری تاوان بس میده. توی آتیش گناه هم همینجوری میسوزه. من خیلی در حق بی‌انصافی کردم، خیلی به ظلم کردم، با فریب باید ازدواج کردم. شایدم به همین دلیل خدا تو را از من گرفت. کاش مثل انسان آباد رفتار میکردم. برای احساسات و عواطف ارزش قائل میبودم. من همش تو رو کتک میزدم و تو همیشه خیلی زود من رو میبخشیدی. هر بار اشتباهاتم رو فراموش کردی. من خیلی آدم بدیم مریم، خیلی آدم بدیم. من خیلی بهت ظلم کردم و برای اون ظلمم این مجازات خیلی کمه. شاید خدا دعای تو رو شنیده مریم، که من تونستم حتی توی همچین وضعیتی ازت عذرخواهی کنم. من رو ببخش مریم، من پیشت التماس میکنم، لطفا من رو ببخش مریم. من تو رو بخشیدم احمد. نه مریم، از ته دلت ببخش، وگرنه نمیتونم آروم بگیرم. من از ته دلم بخشیدمت. ظلمی که بهت کردم و میخوام جبران کنم. به نظرت ممکنه که من و تو دوباره یه روزی یعنی با هم باشیم؟ احمد، چیزی که تو میخوای بگی اون دیگه غیر ممکنه. مریم، من نمیتونم بدون تو زندگی کنم. مریم، I have arranged all the access to the Project B files. I look into it. She's here. Yes, as if you did not know that already. So for beginners, right? अच्छा काम तो होता रहेगा. मैं आपको बताता चलूँ. Haya is a brilliant host. ठीक है.
تو حیا تم ان کو پورا شہر کیوں نہیں گھماتی ہو؟ یا وٹ ایور ورکس. چیه چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ خیلی درد دارم مامان. همه بدنم درد بکنه مامان. خوب میشه، خوب میشه پسرم، صبور باش. آخه تا کی صبور باشم؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم. خواهش میکنم به مسکه بدی، دیگه این درد نمیتونم تحمل کنم. باش. ببین سنا رفته دنبال کار بگرده، وقتی کار پیدا کنه میگم داروهای پسرم هم بیاره. نمیتونم این درد تحمل کنم. پسر عزیزم، پسر شجاعم، خیلی قویه مگه نه؟ ها؟ خیلی زود خوب میشی. خب تو استراحت کن، من میرم برات غذا بیارم. خب برات غذا میارم. به سنا بگو که گوشت بیاره، میخوام آب گوشت بخورم. باش باش، بهش میگم، بهش میگم، میگم. خیر آقا، من اصلا خیاطی بلد نیستم. خب اول یاد بگیر بعد بیا. اما آقا من هر جور شده این کارو میخوام. هر جا میرم به هم میگن که باید سابقه کار داشته باشی. خب باید کار کنم تا سابقه به دست بیارم. آقا لطفا، خواهش میکنم، من خیلی به این کار نیاز دارم. هرچی بگین یاد میگیرم، فرصت شکایت رو بهتون نمیدم، لطفاً. باشه، با من بیا. این مزد کار امروزت، فردا هم سر وقت بیا. چشم. کیسا ہے نصیب بابا بولری، ہر میں نہ جانوں کیسا ہے نصیب بابا بولری، ہر میں نہ
काली सी रात मेरे दिन खा गई, चली थी कहाँ से पिया कहाँ गई। काली सी रात मेरे दिन खा गई, चली थी कहाँ से पिया کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.